استاب اینجا یه دونه توالت و اینجا هم یه دونه بیده خب من خیلی سریع اینو میکشم چون در جلسه پیش شکلشو کشیدیم باز هم نقاط اتصالاتمون اینجاست میدونیم قبلا در موردش صحبت کردیم گفتیم اگر من این رو به این وصل کنم این میتونه اینجوری باشه وصل این اینجوری باشه، زوایای زوایی و 45 حتما یادتون نمیره یه دونه فلور درین اینجا گذاشتیم یه دونه لوله این شکلی اینجا گذاشتیم بعد گفتیم این میتونه ادامه این حرکت کنه 45 یادمون نمیره یه دونه فلور درین اینجا تو آشپزخونه داشتیم برای اینکه کف آشپزخونه رو بتونیم بشوریم خب این فلور درین این هم فلور درین این شکل رو به شکل لوله یک لوله ای در واقع چی کشیدیم خب ما مهم هست که یک لوله داشته باشیم یه لوله حالا اینجا یا هر به نام ونت رایزر این که در واقع رایزر اصلی ما بود این در واقع این در واقع درینج رایزر پایپ ما بود خب این رو هم میگیم چی میگیم ونت پایپ ونت رایزر پایپ یا لوله اصلی رایزر ونت یا تخریه هوا میگم در, ف... ف... در فارسی هم خیلی مصطلح هست لوله ونت یا لوله تخریه هوا خب ما روشی که داریم این هست که ما یک انشاب اینجا میگیریم یه انشاب هم از این میگیریم وصل میکنیم به یه انشاب از این میگیریم خب نکته مهم این هستش که بدونی اولا این این لوله درینج و این لوله در دو لول مختلف هستن در یه جا نیستن همون شکلی که براتون کشتم رو مجددا میکشم فرض میکنیم اینم فالس نیمش اینم یه دونه مثلا سینک سینک نه مثلا دستش خب چی چجوری من کشتم گفتم که اینجا ما یه دونه سیفون داریم بعد میاد وصل میشه به رایزر پس این چی؟ این در کف طبقه هست در واقع اگر فرض کنیم این طبقه سوم باشه فرض کنیم این طبقه سوم باشه لوله رایزرش در سقف طبقه دومه یعنی همیشه لوله های درینیج ما در سقف طبقه پایین اجرا میشه پس لوله های درینیج طبقه سوم در سقف طبقه دومه لوله های درنج طبقه دهم ده در سقف طبقه نهمه نه این نکته مهمیه که ما بدونیم اما همون جوری که گفتم ادامه این لوله رو ما میاریم بالا میاریمش تو سقف کازه یعنی این میشه ونت خب و گفتیم که این لوله درینیج ما لوله درینیج اصلی ما در طبقه پایین جا میشه و اگر هوا بخواد هوای یا بوی بد بخواد از این بیاد به جای که از این سیفونی که پر آبه بخواد عبور کنه ترجیح میده که این لوله خالی رو توش حرکت بکنه بنابراین اگر شما دقت بکنید این خط افقی که من کشیدم این به نام لوله ونت اینو به نام ونت پایپ در کجاست در سقف همین طبقه است اما درینیجش در کف طبقه است یعنی این لوله درینیج الان در لو لول هست این ونت پایپ در های لول هست در دو لول مختلفن این این ونت در سقف طبقه سوم داره اجرا میشه این درینج در سقف طبقه دوم داره اجرا میشه ما به اینها میگیم میگیم لو لول وقتی میگیم لو لول یعنی داریم درینیجی رو نشون میدیم که در کف داره اجرا میشه وقتی میگیم های لول میگیم vent pipe high level یعنی روی نقشه مینویسیم high level یعنی drainage ای رو میخوایم نشون بدیم که در سقف اون طبقه وجود داره بنابراین ما روی نقشه ها معمولاً مینویسیم low level, high level روی نقشه شما اگر دیدید که نقشه نوشته شده از low level یعنی این لوله در کف اونجا اجرا شده و اگر دیدید نوشته high level یعنی در سقف اون طبقه جا شده لزوما هم اینجور نیست در نقشه های مختلف باشه بعضا ما ممکنه دار توی یک نقشه ما کد بدیم یعنی بگیم آقا این لوله لو لول داره اجرا میشه این لوله های لول داره اجرا میشه های لول یعنی در سقف همون طبقه لو لول یعنی در کف اون طبقه اجرا میشه و این در واقع این نقطه ای رو که من از ونت گرفتم این نقطه است یعنی این در واقع اومده تا بالا و بعد این حرکت رو انجام داده علت اینکه که اینجوری هم نشونش دادم برای اینکه زیر این لوله نره وگرنه این میتونه همینجوری چون اینا در همونجوری که گفتم این در یه لول دیگه است این لوله این لوله در یه لول دیگه است میتونستم همینجوری که اینجا نشون دادم مثل این دوتا که روی هم هست وقتی شما از بالا پلان به دوتا لوله نگاه میکنید این دوتا روی همدیگه هستن در واقع ما به این شکل نشون میدیم که این دوتا لوله رو روی همدیگه در واقع نشون ندیم خب سینک هم همین اتفاق براش میفته یعنی سینک هم ما نقطه اتصالش دقیقا همون نقطه درینج اصلیشه واشینگ ماشین هم همین جور پس, پس یادمون نره در این که لوله اصلیشون در داخل دیوار اجرا میشه اینها ونتشون از همون نقطه اتصال گرفته میشه فرق میکنن با ونت لوله هایی که در واقع هایی که کانکشنشون در داخل دیوار نیست نوع ونت گیری از این لوله ها با نوع ونتگیری گیری از لوله هایی که درینج اصلیشون داخل دیوار هست فرق میکنه که اون شکل دیگری داره پس ما یادمون نره سنیتری که به دیوار وصل میشن و درینیجاشون در داخل دیوار حرکت میکنه لوله ی ونتشون مستقیم به سمت بالا و بعد داخل سقف کاذب حرکت میکنه خب آه. تا این در واقع قسمت اومدیم جلو انشالله ما در جلسه آینده سیستم ونت اون رو تکمیل میکنیم و میگیم که در واقع بیده یا توالت فرنگی یا فلور درین یا بستاب به چه شکل ونتشون وست می شود در واقع به ونت اصلی و رایزر اصلی در واقع ما یه سری شورت ونت باید داشته باشیم یه سری شورت ونتی که درینیج پایین رو به, درین... به, ونت پایین رو به ونت بالا وصل بکنه که در جلسه بعد در مورد صحبت میکنیم انشالله بعد از اون شروع میکنیم به اینکه چگونه لوله های درینج حالا سویل پایپ، ویست پایپ، نقاط کنکشنشون و ونت پایپ ها رو سایز بزنیم باز هم همونجوری که در لوله آبرسانی داشتیم باز هم نشنا پلامین کد همبوک داره یک سری چارت ها نمودار ها و منحنی هاست که ما به راحتی میتونیم از این منحنی ها استفاده بکنیم برای سایز گذاری لوله های درینیج فازلاب سویل پایپ ویست پایپ یا ونت پایپ همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در تا جلسه آینده خدا نگهدارتون